شيدا داردي مان بولا بيري بيتو تنهاي كشيدا داردي مان بولا بيري حرکت های مفزون، جنبش خوش و نگاه های پرمانو و ایمای و اشوره پرمزمون خوصی صنعت رقص می باشد. صنعت رقص تاریخ نهایت کهن دارد و در زمان های پیش این نمودی صنعت اصلا میون اهالی معمول بود و بعدن همچون صنعت کسبی جایگاه خود را پیدا نمود. حالا صنعت رقص نمودهای گوناگون را دارد که هنرمندانی صاحب تجربه و با مهارت ما همه نمودهای آنها را با مهارت و سلیقه بلند اجرا می کنند. یکی از نمودهای این نمودی صنعت رقصی تناور می باشد که خیلی مهین از جانبی هنرمند اجرا می گردد. این رقص در زمینه حرکت های رقصی زنانه نخیه های شمال تولید یافته است. هنرمند طبیعت و خصلتی دخترانی به او نزدیک را افشا می نماید. او کرتای سفید و توقی گلدار پوشیده با نوز و کرشمه اندک شوختر غیورتر به رقص در آمده پایهایش را نیمقد نموده با دستانش بسام افزون حرکت میکند. این رقص از لحاظ که بسیار یک با نرم آرامانه با یک حرکت های نازک اجرا کرده می شود اصلا از موسیقی شش مقام سرچشمه می گیرد. خب این رقص رو با کرته سفیدی حرید خیلی هم تازه و با کمزوشه که مثال با خاص است به همون مردم شمال همین رقص را اجرا میکردن و این رقص را در محفل ها در نزد شایان اعیان و اشراف یعنی در وقتی یعنی که هنرنمایشون در وقتی نمایش نامه هایی که در اونجا شخصیت ها شرکت میکردن این بخاطر اون که این رقص در زیر موسیقی خیلی هم تناتم آرام و خیلی هم جذابی خشو اجرا کرده می شود و این رقص یعنی که روحی انسان رو یعنی که قلب انسان رو آرام نگاه می داشت یعنی که آرامانه اجرا می کرد مثل رقص های مثل رقص روانه مثل رقص ساقینامه که در اساس شش مقام تولید شده است موسیقی شش مقام و خیلی هم نرم ملایم اجرا کرده می شود. رقص تناور در آن زمانی که در تاجیکستان صنعت در حال رشد بود و صنعت کسبی وارد گردید و امروز ها از جانب گلدخترانی دسته های رقصی گوناگون اجرا می گردد. دید
با تشکیل یابی مکتب های هنری، مکتب های صنعت، یعنی که این رویه گویم که تناور در این مکتب ها جاری کرده شدن و از بس که تا تشکیل شدن مکتب های کسبی علاقه صنعت تناور یا نواختن یا سرایدن یا رقصیدنش علاقه در بین مردم شهرتیار بود و البته این صنعت ها و مثل دیگر صنعت های گویم که شکل های صنعت انعنوی در مکتب های صنعت آموزانده می شد و این البته بعد انقلاب شوروی که مکتب های صنعت تشکیل شدن علاقه صنعت در سطح اگر تا این وقت صنعت مردمی بود یعنی که از استاد به شاگرد می گذشت علاقه در مکتب های عموما دانشکده ها مؤسسه هایی که به صنعت سر و کار دارند یعنی که این صنعت نیز در فن درسی آموخته می شود در شکل الهیده یک قسمی یک موضوع فنی گوییم که درسی همین مکتب ها شده ما نمایم که این رقص حرکت های مهین خوزی همین ژانر را طلب می نماید و نه هر یک هنرمند از اجرای آن می براید. به همین خاطر استادان رقص کوشش می کنند که برای اجرای این رقص هنرمندانی پرتجربه را جلب نمایند. کاراکتری رقص کردن تناور این یک شکلی دارد که فقط برای رقص‌های کسبی اونهایی که از 5 6 سال زیاده رقصیدن و بعد یعنی که ماهیت این رقص خودی این رقص حس کرده میتوانند یعنی که اون رقص‌هایی که علاقه تجربه دارند یک تجربه کافی دارند که مثلا در صحنه رقصیدن یا اینکه عموما در نزد تماشابین رقصیدن یک تجربه خوبی رقصندگی در کار که تا اینکه بعد رقص های تناور یا که رقص های مقام رو مثال بیرقصند من گمان میکنم برای که برای دخترچه‌هایی که هنوز به انسمبل شامل میشوند رقصیدن این چی رقص تناور درک این رقص تناور اومان و این است در برابر اون که خیلی نازکانه اجرا می‌گردد اینچنین لباس‌های خاص خود را دارد مثلا اجرا کننده همین نمودی رقص نمی‌تواند که هنگام اجرای رقص تناور لباس چکن و یا دیگر نمود را به بر نماید یعنی که اگر ما پیشتر متاهای چون ادرس و اطلس و خی گویم که گلبست و شاهی و دیگر وای داشتیم ولی در این دوره علاقه متاهای کندل متاهای پرچه متاهای بی قصب یعنی که پیدرهن یعنی که پیدا می شدن و از طرف هنرمندان همین قاسبان بسیار یعنی که دیگرگونی ها در وای اومد در حیات آدمان دیده می شود و لباس بی قصب با اساساً رقص تناور
هم مرد ها می رقصیدن هم زن ها اصلا خاص زن ها هست ولی از بس که کمی یک قدر خرکتری مردانگی دارد و این بدتر نیست مرد ها با این اسلوب می رقصیدگی شدن و لباس خاص تنوار همون متای بی قصبه انتخاب کرده بودن برای که این متا علاقه نو بود و همچون صنعت نو یعنی که یک رویه نو البته با لباس نو با نگاه نو یعنی که با تماشا می برآمد و همین لباس بی قصب و کرته سفید خاص همین تنوار ماند و اگر که گیریم در تنوار اصلی تاج نمی پوشند خوشتیلا نمی پوشند به معنای اون که این صنعت صنعت مردمی بود مضمونی تاج پوشیدن یا قاشتیلا پوشیدن این علاقه صنعت درباری را یعنی که صنعت شاهانه را افاده میکرد هر یک رقص به خودش یک خصوصیت خاص دارد یک تابیشای گوناگون دارد یک رویه گوناگون یک موسیقی دارد هر یک رقص وقتی که رقص روی صحنه رقص هم یک اثر صحنوی است شکر که در تئاتر اگر یک اثر صحنوی مانند این رقص هم یک اثری صحنوی است و در اساس فلسفه تولید می شود و روی صحنه می آید که به خود لباس خاص دارد باز من چیلی که پیشتر گفتم که رقص تنوار این لباس کرته سفیدی خیلی هم حریر داشت دارد و کم کم زلچه دارد وابسته به همون قسمتی که همین رقص تولید شده است ایجاد کرده می شود هر یک رقص خوب و اسکیزی خودش دارد خوب هر یک رقص موسیقی خودش دارد هر یک رقص لباس خودش دارد وقتی تولید می شود و نقشه خودش دارد که چگونه نقشه کشیده می شود که در صحنه چگونه باید که صحنه می گردد همین رقص یاری به پروای من هست من خبرداری نکرد در اولها این رقص نامی تنور داشت و اوهیسته اوهیسته نامی تنور با تنور مبدل گشت و در صنعت همین طور قبول کردید. امروز ها در اون مؤسسه هایی که صنعت رقصی آموخته می شود نزوکی های این نمودی رقص با اون نفرانی که در سمت خوریوگرافی تاثیر می کنند آموزانیده می شود. تلفظ اساسیش تنوار با گذشت زمان این در گفتار تنوار شده است تنوار به مثل گویم که نواور این اسلوب هم در صنعت رقصی هم در صنعت سرایندگی و نوازندگی یکی پیدا شده است یعنی که انیقترش آخری عصرهای 18 و اولی قرن 19 این یک نویگری بود در عالم صنعت موسیقی و سرودخوانی و رقصی یا نویگری بود که در تولیدش در وادی فرغانه پیشینه مقصد از اون است که در این منطقه همین صنعت تولید یافت و رشد کرد و تنها در سرایدن در سرودخوانی همین یک گویم که دیگرگونی بود که تاجیکان با سخنهای تاجیکی می سرایدن ازبکان با سخنهای ازبکی ولی در خرکتر، در شکل، در وزن، در گویم که ضربی اسلوب تنوار این باید یک است دید رنگی من طبیب و دردری من جاگری رقص تنور هم زیر موسیقی و هم به صورت اجرا می‌گردد. استادان رقص و آنهایی که رقص تنور را اجرا می‌کنند کوشش می‌نمایند که در هر دو حالت هم ماهیت اجرایش این رقص را گم نکنند. خبرداری نکرد.
وقتی بی پروای منت من خبر داری نکرد. از بس که یک بسیار یک خاراکتری الهام بخش و ذوق بخشنده دارد این همین اسلوب تناور و می شود که هم در تحت نوا بیرقصی و هم تحت سرود، یعنی که در تحت سرود رقصیدن این با خاراکتری رقص تناور افاده سخن است، در تحت موسیقی رقصیدن ممکن که یک موضوع دیگر رو انتخاب کردن لیکن خاراکتری اجرا کنندگی باید خاراکتری تناور باشد. تو تنهایی کشیدن دردی من بالا گیری، بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گیری، دید رنگی من طبیب و در بری من جا گیری، حدوست یارم. هرچند که رقص تناور با رقص هایی که زیر سرودگاه ششمقام اجرا میگردد مانندی داشته باشد، اما در اصل از همدیگر آنها فرق میکنند. فرقیت آنها را تنها متخصصان ساحه شرح داده میتوانند. فرق چون در اون است که من گفتم که این نظر به موسیقی های مقام چالاکتر است، یعنی که در همون دوره اگر گیریم نه تنها یک صنعت تناورخوانی یا که نواختن و رقصیدن این اسلوب به میان آمد، یک و یک بار هم دلخراج، مستزاد، مناجات اینا به میان آمدن که آنها در شکل یا که ترانه ها یا که سروده های مقام باشند لیکن با یک خاراکتری ضرب و اسلوب خود از یک دیگری فرق میکنند و همین صنعت ها در همین دوره به میان آمدند، یعنی که یک تکامل، یک نویگری یا دیگرگونی در صنعت، در ساحه صنعت یعنی به میان آمد. و اگر جهت رقص تناور گیم، اگر رقص تناور هم اساسش رقص های مقام است، رقص های مقام است لیکن با خاراکتر اسلوب اجرا کنندگی خود از رقص های مقام فرق میکنه. فرقتش در اون است که اگر رقص های مقام آرام اجرا شوند، اگر رقص تناور کمی چالاکتر است، با آنکه سبک تناور خود کمی شوختر است و چالاکتر نواخته سراینده میشود، سراییده میشود و از همین خصوص رقص تناور نیست کمی از رقص های مقام چالاکتر است و یک گوییم که یک نمونه هست، یک ژانری هست که این تماما فرق کننده است. از شکوفتن های گل ها با خاگلگون شدن، از شکوفتن های گل ها با خاگلگون شدن، گوشه ای امید من یا گوشه ای سهلا گرید دوست یا رقص تناور. رقص است که زیبو اجرا میگردد و تماشابین این نمود رقص شخصان نازک بین میباشند. تماشابین هنگام اجرای رقص به همه حرکت های هنرمند در صحنه اهمیت داده از مهارت هنرمندی اون حلاوت میبرد. در اصل باید اجرا کننده پیش از به صحنه برآمدن آمادگی جدی بیند تا تواند که روحیه بیننده خود را بلند بردارد. نمادهای رقص ها در صنعت رقص تاجیک زیادند و پیدایش اونها به دبهای گوناگون تاریخی تعلق دارند.
در زمانهای پیش بیشتر رقص ها طریقی مکتبی استاد و شاگرد از نسل به نسل می گذشتند و همین طریق از بین نمی رفتند. حالا باشد استادان ساحه و متخصصان کوشش نمودند که ادبیات های گوناگون را تهیه کنند تا تاریخ پیدایش و رشد این نمود صنعت پایدار ماند. برای هنرمندانی که معرفگری صنعت رقص تاجیک هستند برور می خواهیم تا آنها توانند برای آیندگان آن را معرفی سازند. Do